هیئت امنای زیارتگاه صحابی جلیل القدر جناب سلمان محمدی واقع در شهر مدائن بغداد با بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی مدظل العالی در شهر مقدس قوم دیدار کردند در این دیدار مرجعیت شیعه ضمن خوشامدگویی خطاب به میهمانان فرمودند کار شما مسئولیت و در عین حال فضیلت است انسان در روز قیامت دوست دارد نامه اعمالش از نیکی ها و فضیلت ها پر باشد و زیارتگاه های اولیای خدای متعال محور و مرکز زندگی و کسب فضایل هستند آیت الله شیرازی مدظله پس از جویا شدن از اوضاع عراق فرمودند آنچه امروز مهم است تربیت جوانان عراق بر پایه آموزه های اهل بیت علیهم السلام است چرا که جوانان سازندگان آینده عراق هستند و این مسئولیت بسیار مهم است مسئولیتی که باید در هر کوی و برزن شهر و روستا و منطقه و محله ایفا شود بزرگ مرجع جهان تشیع در تبیین این مطلب فرمودند زندگی صحنه نقش ها و موزگیری هست. نست های گذشته نقش خود را ایفا کردند و مسئولیت خیش را به انجام رساندند و البته در این راه سختی ها و مشکلات را تحمل کردند و در حال حاضر نسل امروز باید این بار مسئولیت را به مقصد برساند. معظم الله با اشاره به دو مقوله استقامت و صبات از منظر قرآن کریم فرمودند روشن است که استقامت و ثبات قدم در مسیر تنباد مشکلات و طوفان حوادث و بحران ها قرار دارد. البته استقامت و ثبات سخت است اما این دو ویژگی زندگی انسان را شکل می دهد و از او انسانی بزرگ می سازد. حضرت آیت الله العظمى شیرازی مدظله سخنان خود را اینگونه به پایان بردند عراق نباید وضعیت فعلی را داشته باشد و سزاوار چنین اوضاعی نیست این کشور حدود پنج دهه شاهد ستمهای فراوان بوده و امروز نیازمند مدیریتی است که از کشورداری امیر مؤمنان علیه السلام برآمده باشد از خدای متعال مسئله دارم که شما را یاری کند و بلا و مهنت و گرفتاری را از عراق و ملت آن دور بگرداند